جنگ گورکا بر سر زهر اتمی و توافق نامه جنف. باند خامنه ای. توافق ژنو حتی کاریکاتوری هم از قطنامه 598 نیست. هیچ آدم عاقلی پای چنین برگی را امضا نمی کند. یک رسانه باند خامنه ای نوشت. توافق ژنو غیر اقلانی تر از آن است که اصولا به این قبیل سوالات برسد. بر اساس منطق زمینی توافق ژنو به شدت ضعیف و لازم و نقد است منطق آسمانی پیشکش مرد حسابی آدم آیا در عوض گوهر به گرانی آب نبات به این ارزانی می ستاند؟ در توافق ژنو اساسا امتیاز دادند امتیاز نگرفتند که حالا در نقدش جمله قصار آسمانی بگوییم در نقد توافق ژنو باید دست آقایان دیپلمات را گرفت و پای تخته سیاه کلاس نشاند هیچ آدم عاقلی پای چنین برگه ای را امضا نمی کند باید گفت لبو فروش بی هم چنین توافقی نمی بندد که شما بستید که همین دیروز کاخ سفید بگوید تحریم ایران به دلایل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم با قوت ادامه دارد به راستی لرزه بر ساختمان تحریم افتاده یا بر دانش بعضی ها در زمینه دیپلماسی و فند مذاکره آنچه در ژنو بسته شد با هیچ یک از توافقهای جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست و از فرط ضعف فقط باید با خودش سنجیده شود توافق ژنو به دلایل متعددی که گفته شد حتی کاریکاتوری هم از قدنامه 598 نیست چرا که از میان لیبرال ها هم منتقد دارد چرا که سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی را نسبت به حقوق کامله هسته ای ایران ملتزم نکرده و مجبورشان نکرده چرا که داده هایش نقد مهم و زیاد و ستانده هایش قسطی کیفن بی ارزش و کما قلیل است حتی از منظر عقل ابزاری هم سوس نامتوازن و ضعیف بسته شده این اصلا توافق نیست یک چیزهایی را به دشمن دادن که نشد توافق زیر یک برگه را امضا کردن که نشد توافق زبان دشمن را دراز کردن که نشد توافق امتیاز دادن صرف به دشمن به معنای توافق با دشمن نیست بهترین جواب به آجرهای اوباما برگشتن از توافق نامه است